همه ی این کاغذ رو امضا کن. میخوام طلاق تو بگیرم. رضایتت لازمه. خیلی مبارکت باشه شروی. تو و مادرت به آرزوی قلبیتون رسیدین. ولی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش خیلی پشیمون میشی. اتفاقا باید فکر کنی. به خاطر زنده داشتن اول این نیلو باید فکر کنی که آوردنش توی زندگی تصمیم درستی هستش یا نه. فقط نیلو ازدواج کنه. بعدش دیگه همه ی ترسام تموم میشه. نیلو خیلی احمق‌تر از این حرف هست. هیچ وقت موی دماغم نمیشه. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پر میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے. خاله جان؟ خاله جان دارین چی کار میکنین؟ هیچی بابا دخترم. همه یه طلاها تو خونه پخش و پلا شدن. گفتم مرتب بکنمشون. بذارم تو گاف صندوق. میشه ببینم؟ آره آره ببین. اوف. چقدر خوشگله. این مال کیه خاله جان؟ مال منه دیگه. پس مال کیه؟ این همه؟ این که هنوز چیزی نیست. یه سریاشو به عروس قبلی داده بودم. یه سریاشم هنوز تو گاف صندوقن. خاله جان اونا هم خوب بودن ولی اینا بحثشون جداست. اگه خوشت اومده برشون دار. استفاده کن بعد پس بده. فقط استفاده کنم خاله جان؟ یعنی نمیتونم نگهشون دارم؟ مگه میتونی ازشون مراقبت کنی؟ فقط خودم میتونم مراقب این طلاها باشم. یعنی باید شما رو هم فیلم کنم؟ خیلی خوب خاله جان، این کارم میکنم. اول نیلو ازدواج کنه، بعد نسخه شما رو هم میپیچم. مراقبت از اینا فقط کار خودتونه خاله جان، از عهده من بر نمیاد. خیلی خوب، اینو ببین چطوره. بدین به هم ببینم. چقدر خوشگله. یه بار میندازمش خاله جان. آره حتما بندازش. اینو بده به من. خوب میشد که با هم میومدی میرفتیم. مامان من دیگه حوصله ندارم. خودم میدونم. تو جایی رو جز کراچی دوست نداری. عروسی فامیل نزدیکمون بود. یکی دو روزه بر میگشتیم. نه نمیتونم آیسانو تنها بذارم. با شرایطی که الان داره ممکنه هر لحظه بهم احتیاج داشته باشی. چی بگم آخه؟ باها دعوامو کردم. نمیخواد چیزی بگین. فقط کارای عروسی بعدی رو بکنین. اونم واسه پسرتون. چیزی که تو رو خوشحال کنه منم ازش خوشحالم. دقیقاً. مامان عجله کنین از پرواز جا نمونی. به نظرم تصمیمی که برای آیسان گرفتم خوبه. عارف میخواد با آیسان ازدواج کنه. مطمئنم که آیسانو خیلی خوشبخت میکنه. همینم براش بهتره. چی بهتره؟ منظورتون چیه مامان؟ این حرفا چیه که دارم میشنوم؟ من هنوزم تو عقد شروینم مامان. عارف چیزی بهت گفته؟ حرف اون باشه یا من دوتاییمون فقط میخوایم خوشحال ببینیمت. ولی من اینو نمیخوام داداش. خواهشن دیگه این حرفو بهم نزنین. حتی فکر کردم بهشم برام عجیبه. آیسان ماها هر کاری که داریم میکنیم فقط به صلاح خودته. تو برای خودت عزا گرفتی. بعد اون آدم داره اونجا به رسومات ازدواج دومش فکر میکنه. ازدواج دوم؟
نره ازدواج دومونم با نیلو. با رضایت خودش. نه، اصلا امکان نداره. حقیقت همینه آیسان، به فکر زندگی تو نیست، فقط به فکر زندگی خودشه. ما هم باید اینجا بشینیم و خبر جشناشو بشنویم. اونم باید این ما اذیت بشه آیسان. من نمیتونم همچین کاری بکنم. نه، این امکان نداره. وقتی تصمیم داره یه اون به پاش بشینه، به چه بهونه‌ای میخوای طلاقشو ازش بگیری؟ من برای خوشبختی خواهرم هر کاری که لازم باشه میکنم. همه ی این کاغذها رو امضا کن. اینا چی هن؟ میخوام طلاق تو بگیرم. رضایتت لازمه. آیسان عزیزم، به هم قول بده دیگه اشتباه تو تکرار نکنی. یه بار کاریو که خواستی کردی و ما همه چیو فراموش کردیم و بخشیدیمت. آخه داری دوباره خودتو میندازی توی چاه و من اینو نمیتونم ببینم عزیزم. هر کاری که دارم میکنم فقط برای خیر و صلاح خودته. پس حرف داداشتو گوش بده و این کاغذ را امضا کن. اون وقت منم میفهمم که این خواهر واقعا به برادرش علاقه داره. حامد داره درست میگه آیسان. وقتی شروین به فکر نیست دیگه، تو چرا به فکرشی؟ عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا ایک دیوانگی رگ رگ میں جنوں جلتا ہوا دل بجھے یا کہ جلے کوئی ملے یا نہ ملے فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ عشق خدا
جو نہیں کہ افسانہ عشق ہے جان کو یہی تو نظرانہ عشق ہے یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے عشق ہے یہ 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 عشق ہے زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے غم کے جھونکے تھے جو سانسوں کی جگہ چلتے رہے ساتھ رہ کے بھی جلاتی ہے جدائی ایسے جیسے دیوانہ کوئی عشق کی آتش میں جلے بس میں نہ ہو جو کر جانا عشق ہے بس میں نہ ہو جو کر جانا عشق ہے جا کے چی شد؟ چرا امضا نکردی؟ آدمی که بهم اعتماد نداشته بدجوری آب روی منو برده الانشم نمیخوام باهاش زندگی کنم ولی این برگای طلاق رو امضا نمی کنم اول میخوام بفهمه که تهمتی که بهم زده ناروا بوده آخه چطوری ممکنه؟ نمیدونم ولی درست میشه یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے دل کو لگا کے لٹ جانا عشق ہے دل کو لگا کے لٹ جانا عشق ہے عشق میں وفا کا پیمانہ عشق ہے یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے عشق ہے یہ عشق ہے عشق ہے باید خجالت بکشی بعدم چی فکر کردی؟ که اگه شروین یه روز ولم کرد اون وقت با میشم میام پیش تو؟ هایسن چطور میتونی با همچین آدمی زندگی کنی که جای این که به تو اعتماد کنه به چیزی که ما نشون دادیم اعتماد کرده؟ چطور میتونی؟ چرا خودتو نمیگی؟ به تو اعتماد کنم؟ بگو تو لیاقت اعتمادمو داری؟ هایسن چه زنده بمونی چه بمیری برام اصلا اهمیتی نداره ولی خیلی ناراحتم از این ناراحتم که فکر میکردم آدم خوبی هستی و بهت اعتماد کردم اما حتی لیاقت نفرتم هم نداری یه کلمه هم حرف نزن آیسن من خفه شو Thank you.
الو الو عارف، حال چطوره؟ میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ یه کمک کوچیک ازت میخوام. آیسان، آیسان، هواپیمای مامانم سقوط کرد. چی؟ دارم میرم فرودگاه ببینم چه خبره. متاسفم. برم به مامان بگم. مامان، فقط نیلو ازدواج کنه، بعدش دیگه همه یه ترسام تموم میشه. نیلو خیلی احمق‌تر از این حرف هاست. هیچ وقت موی دماغم نمیشه. بعدم مگه اون خودش فکر میکنه بیچاره؟ اون اصلا اراده ای نداره، همون کاری رو میکنه که من بهش میگم. وقتی دیدم یه دختر غریبه اومده تو این خونه و قراره به همه چی حکومت کنه چقدر حرص خوردم. ولی از وقتی گفتم نیلو فیلم بازی کنه تا شروین انتخابش کنه، دیگه همه چی درست شده. همین خوبه، اینجوری دیگه سرش با شروین گرم میشه و منم به برنامه ها میرسم. اینجوری میتونم منم به تنهایی تو این خونه بتازونم. میمونه خاله جان که خیلی میخواد حرفشو به کرسی بشونه. اگه ساکت یه جا بشینه که خوبه، ولی اگه بخواد یه ذره موش بدونه، اونم یه جوری از سر راه برش میدارم یا میندازمش خونه سالمندان. اون اونجا خوشحال باشه، منم اینجا. بگیرش، حس کردم الان بهش نیاز داری. ممنون. داری به چی اینطوری با دقت نگاه میکنی؟ داشتم فکر میکردم که ساختن یه چیز چقدر طول میکشه، ولی خراب کردن یه لحظه است. آره، زندگی هم دقیقا همینه. سالها طول میکشه درستش کنیم، ولی یه تصمیم اشتباهمون همه چی رو داغون میکنه. بعدش هم دیگه نه دلخوشی میمونه نه آرامش. عنابندون که تمومه، عروسی هم زود تموم میشه. حالا واقعا فکر میکنی تصمیم درستی برای زندگی داری میگیری شروین؟ فکر کردن و گذاشتم کنار. اتفاقا باید فکر کنی، به خاطر زنده داشت نه، ولی این نیلو، باید فکر کنی که آوردنش توی زندگی تصمیم درستی هستش یا نه. دیگه چه فکری؟ مامان همیشه میخواست نیلو عروسش بشه، نیلو هم همینو میخواست. تو چی میخوای؟ اصلا از دلت پرسیدی که اون چی میخواد؟ میبینی که همین دلی که منو به این روز انداخته. شروین، از روی احساساتت لطفاً تصمیم نگیر. این جنگ و دعواها تموم میشن و وقتی تو و زنداداش برگردیم پیش هم، دیگه برگشتی تو کار نیست.
هیچ وقت. دیگه چی کار کنم؟ مادرم همه چیزم بود، الان دیگه کیو تو این دنیا دارم؟ نباید اینطوری تنها میذاشت، نباید تنها میذاشت و میرفت. راضی به رضای خدا باش، آروم میشی. عارف داداش، تو باید دیگه روی پای خودت وایسی. کسی جز خودت نمیتونه بهت کمک کنه. لطفاً عارف، باورم نمیشه همه اینطوری تنهامو گذاشته رفت. منم باورم نمیشه عزیزم که اینطوری گذاشته رفت. تو تنها نیستی باشه، خودتو تنها ندون، ما هممون کنارتی. من حقیر نیستم، تویی که به خاطر دختر خالت نیلو حقیر شدی. از اولم لیاقتت اون بود، ولی اومدی راه منم بستی. خیلی مبارکت باشه شروی، تو و مادرت به آرزوی قلبیتون رسیدین، ولی خیلی پشیمون میشی. مطمئن باش خیلی پشیمون میشی. بعد پشیمونی هم من دیگه نمیتونم ببخشمت. موقع رفتنم میخواستم یه چیزی بهت بگم. بعد از اینکه طلاق آیسانو گرفتم، جشن عروسیشو با عارف میگیرم. امیدوارم این دفعه دیگه یه آبروریزی جدید را نندازی. اتفاقا باید فکر کنی، به خاطر زنده داشتن اول این نیلو باید فکر کنی که آوردنش توی زندگی تصمیم درستی هستش یا نه. چرا مزخرف داری میگی؟ آخه الان وقت زدن این حرفاست؟ عارف الانم خیلی از دست دستبانی هم. آخه چرا آیسانو فراموش نمی کنی؟ نمیتونم فراموش کنم، امکان نداره. چرا؟ چرا امکان نداره؟ تا الانش هم به اندازه کافی به همه چی گند زدی. بس کن. گندی نزدم. حامد دیگه راضی شده من و آیسان با هم عقد کنیم. مامانم هم راضی شده بود، ولی اجل بهش مهلت نداد. آیسان چی؟ آیسانم راضیه. اینطوری فکر کن،
انقدر دوست داری خودتو گول بزنی. فقط تو دوتا جلسه فهمیدم که اونا چقدر هم دیگر رو دوست دارن. برای چی داری خودتو فریب میدی؟ عشق اون دوتا واسه همیشه دیگه تموم شده، دیگه عشقی نمونده. جدی؟ با اون فیلمی که تو و نیروانا بازی کردیم به خاطر اون؟ به خاطر اون کارت من حتی نمیتونم تو چشای آیسان نگاه کنم. به خواست تو بود که اونجوری خامه نیروانا شدم. تا آیسان قبول کنه پاشه بیاد خونم. دقیقا این برنامه خوده، چون باش حرف مهمی داشتی حتی فرستادمش بیاد بالا توی اتاق. بعد نیروانا چیکار کرد؟ درو از بیرون قفل کرد. شرفین آورد و نشون داد که اون با تو تنهاست. فیلم به این افتضاحی رو راه انداخت. بعد من چی؟ من که روحم از این برنامه ها خبر نداشت. با این کاری که سر آیسان در میاری معلومه که هر روز فاصله بین تو میفته. بعدم شاید نیلو با شروین ازدواج بکنه. ولی اصلا به این فکر کردی که اگه همه ماجرا رو بفهمن چه اتفاقی میفته؟ بذار آیسان مال من شه، خودم حقیقت رو میگم. هیچ ترسی هم ندارم. خب تو ترسی نداری ولی من میترسم. آیسانم وقتی از کارات خبردار بشه حتی یه لحظه هم کنارت نمیمونه. انقدر اونو اسیر عشقم میکنمش که حتی فکرشم نکنه تنهام بذاره. شروین چی؟ ضرری که شروین میکنه چی میشه؟ نیلو اونو خیلی میخوادش، میتونن با هم خوشبخت شن. اصلا بلیش هم شک داشتم. برای همینم اون روز اومدم پیشت. اومدم ازت بپرسم که تو چه نقشی تو این برنامه ها داشتی؟ آیسان. آیسان چی؟ با دشمنای من دست به یکی شدی و همچین کثافتی رو درست کردی عارف؟ چی فکر کرده بودی؟ که این کارات همیشه مخفی میمونن؟ دیدی؟ اون روی اصلی تو خوب شناختم. آیسان با این زبون کثیفت اسم منو نیار. آیسان من با اون صحنه‌ای که ساختی به من انگ زدی بعد اسمشو گذاشتی عشق، باید خجالت بکشی. بعدم چی فکر کردی؟ که اگه شروین یه روز ولم کرد اون وقت با میشم میام پیش تو؟ آیسان چطور میتونی با همچین آدمی زندگی کنی که جای این که به تو اعتماد کنه به چیزی که ما نشون دادیم اعتماد کرده؟ چطور میتونی؟ چرا خودتو نمیگی؟ به تو اعتماد کنم؟ بگو تو لیاقت اعتمادمو داری؟ آیسان چه زنده بمونی چه بمیری برام اصلا اهمیتی نداره، ولی خیلی ناراحتم. از این ناراحتم که فکر میکردم آدم خوبی هستی و بهت اعتماد کردم. اما حتی لیاقت نفرتم هم نداری. یه کلمه هم حرف نزن. آیسان من خفه شو. گفتم که با این زبون کثیفت اسم منو نیار. آیسان هر کاری که کردم فقط به خاطر عشق تو بود. عارف بذار بره. آیسان نمیتونی ولم کنی بری. عارف بذار بره. نمیتونی ولم کنی.
چطور میتونه پسره بره بدون اون؟ نمیتونم زندگی کنم بدون اون. نمیتونم زندگی کنم. باید فراموشش کنی. بدون اون چی کار کنم؟ بدون اون نمیتونم. چطور بذارم بره؟ نمیذارم بره. نمیذارم بره. نمیتونم اجازه بدم بره. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.